سالها افراد زیادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در گفتگوی اخیرش با یک شبکه فارسی زبان در آمریکا گفته حاضر است فداکاری کند و در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نامزد شود. والا من فکر میکنم هنوز تا انتخابات خیلی وقت هست. ما باید به فکر امروز باشیم. امسال سال تحولاته در کل دنیا. ما باید خودمون برای اونها آماده بکنیم و مراقبت کنیم که ملت ها آسیب نبینن، مردم آسیبی نبینن. من فکر میکنم امروز بیش از این که به فکر یک منطقه، یک جغرافیا باشیم، باید به فکر جهان باشیم، به فکر اصلاح جهان باشیم. هر اصلاحی بخواد اتفاق بیفته در ظرف جهان اتفاق میفته، در ظرف جامعه انسانی اتفاق میفته. منم یه فرد کوچکی هستم از 7.5 میلیارد و دوست دارم جهان خوب داره بشه، مردم در رفاه و آسایش باشن، آزادی و عزت باشه، عدالت باشه. به نظرم من فکر نمی کنم، یعنی هنوز هیچ فکری نکردم به مسئله انتخابات و شخصا هم تمایلی به این کار ندارم، گرچه من مثل همه ایرانیا آماده فداکاری در راه ایران هستم. اما بخش دیگری از اظهارات احمدی نژاد در مصاحبه مذکور درباره آمریکا مایه طنز و شوخی کاربران ایرانی در فضای مجازی شده. ملت آمریکا ملت مهمی است، ملت بزرگی است. ملت ایران هم که شناخته شده است در طول تاریخ، 7000 سال تاریخ داره، ملت فرهنگ آفرین، تمدن ساز. چقدر خوبه که اینا با هم کار کنن برای بهبود وضع جهان و بشینن در یک فضای سرشار از عدالت، احترام گفتگو کنن، مسائل رو حل کنن. اولین کاری که میکنن آزاد بذارن دوتا ملت با هم دیگه تجارت کنن، فعالیت کنن، گفتگو کنن، کار علمی بکنن. چرا محدودیت درست میکنن؟ بعد هم دولت ها بشینن مسائلی هست با هم دیگه حل کنن دیگه. من فکر میکنم ایران و آمریکا میتونن محور وحدت دنیا بشه. از همه دعوت کنن آقا تا الان یه مدل اومدیم تو دنیا، نتیجه نگرفتیم، این شده وضع دنیا، حالا از این به بعد میخوام همه مشارکت کنن، مشارکت واقعی، همه با هم صداقت داشته باشیم، همه دوستدار هم باشیم، همه خیرخواه هم باشیم، بیام کنار هم بشینیم، مسائل دنیا رو به اتفاق حل کنیم، نظامات اقتصادی رو درست کنیم، فقر رو برطرف کنیم، ناامنی ها رو برطرف کنیم، این مسابقه وحشتناک ضد انسانی تسلیحاتی رو ریشه کن کنیم، ثروت‌های فراوان جهان رو در اختیار مردم قرار بدیم، دنیای بهتری بسازیم. من می‌خواستم یه راهکار بدم ایران و آمریکا خوب باشن با هم. چرا همش دعوا میکنه، قهر میکنه؟ خدا دوست نداره کسی با هم دیگه همش دعوا باشه. با هم دوست باشیم، اونا بیان ما بریم، اونا بیان اینجا سوهان بخورن، مسقطی بخورن، ما بریم اونجا مکدونالد بخوریم. چرا با هم قهر میکنه؟ خدا دوست نداره کسی همش قهر باشه، دعوا کن، فوش بده. نباید از این کارا بکنیم. ملت ایران ملت رشیدیه، آمریکا هم بزرگه، ملتش بزرگ، موشک دارن. درسته عدالت با هم گفتگو کنیم، خوب باشیم با هم دیگه. محمود احمدی نژاد، 4 ساله از تهران. محسن دهنوی، پژوهشگر ایرانی و مدعو دانشگاه هاروارد آمریکا، پس از دیپورت از فرودگاه بوستون نیمه شب چهارشنبه به تهران بازگشت. دکتر دهنوی که همراه خانواده عازم آمریکا شده بود، 30 ساعت در فرودگاه بوستون بازداشت شده بود. همین 3 سال پیش بود که صدا و سیمایی جمهوری اسلامی گفت یک پژوهشگر ایرانی که در زمینه سرطان فعالیت داشته به شکلی بی‌رحمانه توسط پلیس مرزی آمریکا دیپورت و به ایران بازگردانده شده. اجازه بدید همکاران عزیز راحت تر بگم این بحثو، اصلا متنو میذارم کنار. اما آن پژوهشگر که طبق ادعای صدا و سیما برای بهبود درمان سرطان در ایران به آمریکا سفر کرده بود، امروز به عنوان یک نماینده تندرو از مجلس شورای اسلامی سر درآورده و خواهان پایان دادن به همه محدودیت ها برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و ایجاد تنش با آمریکا است. دولت آقای روحانی
صنعت هسته‌ای رو با برجام تعطیل کرد و صنعت فضایی رو به دست آقای جهرومی تعطیل کرد. دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جز 5 کشور برتر جهان بودیم، ما را برده به پایین تر از 15 کشور جهان و همش به دست آقای جهرومی بوده. آقای جهرومی، من یه نکته عرض کنم، خیال جناب عالی راحت کنم. دورانی که ادامه برجام به دست جناب عالی و پروژه غرب به دست جناب عالی در وزارت آی سی تی و در سازمان فضایی دنبال می شد به پایان رسیده. مجلس 11 اجازه نخواهد داد که روند پیشرفت فضایی کشور رو متوقف کنیم. عقدتان تمام. رسانه‌های جمهوری اسلامی به هنگام دیپورت شدن محسن دهنوی از آمریکا تنها ادعا کردند که ایالات متحده از ورود یک پژوهشگر انسان دوست به خاکش جلوگیری کرده. اما به زودی مشخص شد که این پژوهشگر انسان دوست از اعضای تندروی بسیج دانشجویی بوده. دهنوی در گفتگویی با صدا و سیما به عضویتش در بسیج دانشجویی اعتراف کرد، اما مدعی شد که فعالیتش تنها فرهنگی و اجتماعی بوده. و من تابش رو توضیح دادم، در واقع بسیج دانشجویی نه یه جای نظامی، نه یه جای، در واقع کاملا یه گروه فرهنگی اجتماعی توی دانشگاه. و بعدم بهشون شما اینو میدونستید قبل موقعی که می‌خواستید من ویزا بدید، مثلا این چیز پنهانی نبود، منم اظهار کرده بودم و نهایتا اجازه ورود ندادن. خیلی هم اذیت شدن خانواده من، بچه‌ها، من 3 تا بچه کوچیک داشتم همراه خودم توی اون سفر. و نهایتا برگشتیم، ولی اتفاقا کم نیوردیم، کوتاه هم نیومدیم. و البته عکس‌های منتشر شده از محسن دهنوی تصویر دیگری را از او نشان می‌دادند، یک بسیجی تندرو خشن که به دانشجویان لیبرال و منتقد میتازد. بعدن تصاویر دیگری هم از دهنوی منتشر شد، مثل این که او را در حال دریافت چفیه رهبر جمهوری اسلامی و سخنرانی در حضور او نشان میداد. کارنامه محسن دهنوی ابعاد پنهان دیگری هم دارد. او آنگونه که در وبسایت شخصیش نوشته، از سال 92 تا 96 مدیر عامل پژوهشکده فناوری‌های پیشرفته شهید رضایی بوده. پژوهشکده شهید رضایی در واقع وابسته به سپاه است و در زمینه نظامی فعالیت دارد. سایت آفتاب در اسفند 88 نوشته بود پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف که با همکاری سپاه راه اندازی شده، از سالها قبل فعالیتهایی را در زمینه رادار ماورای افق و همچنین رادار پسیو آغاز کرده بوده که این رادارها هم اکنون اجرایی شده. رادار پسیو نوعی از رادار است که بدون آنکه از خود تشعشعاتی صادر کند میتواند اهداف را شناسایی و ردیابی کند. نگاه کنید شهید سلیمانی، اون ویژگی های روحیه جوانی، یعنی نوآوری، شجاعت، تحولگرایی و عدم ترس از مردم و ترس از خدا و از بین بردن در واقع رویه های تکراری، خرق عادت، همه اینا رو شهید سلیمانی داشتن. لذا ما شهید سلیمانی به این معنا. اما محسن دهنوی، پژوهشگر انسان دوست، در این بین دیگر نیازی به نقاب بر چهره زدن ندارد و در برنامه‌های صدا سیما اعتقادات واقعیش را به نمایش می‌گذارد. البته من مصداق دیگه این روحیه رو خود مقام معظم رهبری می‌دونم. ایشون شاید به لحاظ سنی در واقع سن و سال زیادی ازشون گذشته باشه و به نوعی الان در واقع سن پدر خیلی از ماها رو ایشون دارند و به لحاظ شناسنامه شاید ایشون مسن باشن، ولی به لحاظ روحیه کاملا روحیه جوانی دارن. همون ویژگی‌های روحیه جوانی که شجاعت و نوآوری و خلاقیت و خرق عادت و نترس بودن، عدم محافظه‌کاری، همون ویژگی‌ها در ایشون است. واقعا در وصف امام یکی از گویاترین جملات همین جمله‌ای که عنوان برنامه شماست، مردی که جهان را تغییر داد. و واقعا میشه عصر حاضر رو عصر خمینی دانست. این هم ادعای ما نیست که مبالغه بخوایم کنیم، بلکه باور خیلی از اندیشمندان و جامعه شناسان معاصر هست و همه ما مدیون این مرد بزرگ هستیم و انشالله که بتونیم مسیر ایشون رو ادامه بدیم. اجازه دهید گذشته درخشانمان را یادآوری کنم. بهمن ماه 88 پس از پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر 1 و 2 به فضا، دانشمندان فضایی کشورمان موفق شدند نخستین بار محموله زیستی را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند.
اینها همگی خلاصه ای از تلاش ها برای پیشرفت صنعت فضایی کشور بود که باعث حضور ایران عزیز در جمع 5 کشور اول جهان شد در حوزه صنعت فضایی. و حالا ایرانی که سالها با سرعت در حال رشد و جهش علمی بود در این رقابت حیاتی دچار عقب ماندگی شده است. در چشم انداز 1400 قرار بود به سراغ طراحی و ساخت ماهواره های عملیاتی جو برویم، دنبال طراحی و ساخت بومی ماهواره سنجش با ارتفاع زیر 10 متر بودیم، اما آقای جهرمی در شرایطی قرار داریم که هیچ ماهواره موفق عملیاتی در مدار نداشته ایم. مدار 42.5 درجه که جزی از دارایی های این کشور محسوب می شد در صورت ادامه روند فعلی در بهترین حالت از دسترس ما خارج خواهد شد. با این روند سرمایه ملی این مردم را دارید از بین می برید. آزمایشگاه ملی فضایی با استانداردهای حداقلی هنوز راه اندازی نشده است. پاسخ سرخوردگی و ناراحتی جوانان نخبه این حوزه بر دوش مسئولان است که مسبب وضعیت کنونی اند. جوانان نخبه از این رکود فضایی به شدت ناراحت و معترضند. آقای وزیر جوان، در چند سال گذشته و در زمان وزارت حضرت عالی کدام دستاورد ولو اندک نصیب فناوری فضایی کشور شده است؟